توی این قسمت میریم برای ریگ و انیمیت کاراکتر اسپایدرمن، اما به روش آماده و سریع پوزهای انیمیت شده کتابخانه میکسامو رو روی مدل سبودیمون ادغام میکنیم بدون نیاز به هیچ افسونه و ادانی. خیلی هم باحال میشه. میتونم بگم بالای 2000 تا حالتهای مختلف اکشن مثل دویدن، جنگیدن، مبارزه کردن، پارکور و غیره وجود داره. سایت میکسامو رو که شما وارد میشید دو تا بخش داره، یکی مربوط میشه به کاراکتر که اینجا مدل سبودی از کاراکترهای مختلفی داره میتونید دانلود کنید، و یه بخشی هم داره که انیمیشنه. ببینید پوزهای مختلف توی شرایط مختلف، مثلا دنس داره، بعد حالتی که مثلا اسلحه گرفته دستش، حالت راه رفتن، حالت ورزشی، حالت این چیزم هست. همین مربوط میشه به کاراکتر اسپایدرمن که داره تار میزنه اینجا هم زده. ببین من همه اینا رو به شکلی پک دانلود کردم. فکر کنم این هم کجا رفت؟ این قسمت. حالا باید سرچ کنم. چون الان من توی بخش آره یکم. ببین 52 تا صفحه داره که باز توی موقعیت‌های مختلف پوزها رو ما میتونیم دانلود کنیم که توی بلندر الان بهتون میگم چجوری به شکل استخون وارد میکنیم و با مدل سبودیمون ترکیب میکنیم. ببین اصلا نیازی نیست، نیازی به هیچ ادانی نیست، پلاگینی نیست. خیلی راحت ما میتونیم انواع حرکات آماده و طبیعی رو روی کاراکترمون ادغام کنیم. خب بچه‌ها این انیمیشن لایبرری من ببینم حجم معادل 6 گیگ و نیم داره. تمام اون پوزایی که تو این سایت میکسامو رو دیدیم اینجا توی موارد مختلف داریم. اینو به شکل لیست شده ببینید، نه به شکل تامنیل، که بتونید این اسامی که اینجا زده، مثلا حالت واک که اینجا زده، قدم زدن، حالت رانینگ، حالت معمولش، اسامی حرکات اکشنی که اینجا زده رو به راحتی بتونید بخونید. ببین حالت ایمینگ داره، مثلا حالت نشونگیری برای تفنگ و حالت انگیری داره، حالت عصبانیت، حالت دویدن، حالا از راست به چپ، چپ به راست، و کلی پوز اینجا وجود داره که تو همون سایت هم بود. میگم به شکل پک میتونید آماده دانلود کنید و بدون استفاده از ادان الان بهتون میگم چه جوری میتونید انجامش بدید. اول از همه کاراکتر رو من وارد کنم. لینک کانال تلگرام گذاشتم تو قسمت دیسکریپشن. یه سری ادان های مهم و کاربردی به اضافه مدل های سبودی، همین مدل سبودی هم میذارم. و برای ارتباط با من، برای شرکت توی دوره ها و اطلاع از کلاس ها میتونید با من در ارتباط باشید. پس توی کانال تلگرام حتما عضو باشید. من اینو وارد میکنم اینجا، آبجکت ای رو میذارم کلش انتخاب شه و این کاراکتر وارد میشه. خب همینجا میام کل، ببین اینا جدا جداست آبجکت ها. خب از مش بالا تا پایین رو میام کنترل جی میزنم که یکی بشه، و این اورژنتو جیومتریش هم وسط باشه. ببین قبل از اینکه بخوای استخون گذاری انجام بدی، باید به این بافت مشی که اینجا توی کاراکتر هست اگه ایرادی داره بیای اصلاحش کنی. من اینجا ام رو میزنم و بای دیستنس رو میزنم. اینجا میبینم که ریموف کرده 8446 تا ورتکس ها، یعنی ورتکس هایی که ایراد داشت رو میاد خودش تصحیح میکنه، اصلاح میکنه. و گام بعدی اگه مش سنگینی دارید از قسمت مودیفایر ها میاد اینجا سرچ میکنه دسیمیت، که مش رو خود سبک کنید، که موقع بنگذاری این پایین یه خطای زرد میده. اگه اون خطا رو داد باید بیاد این عملیات رو انجام بدید. خب یکی از این پوز ها رو میام و انتخاب میکنم. اینم یکی دنسینگ بود، میام و انتخاب میکنم. ببین مثلا همین دنسینگ به عنوان مثال وارد میکنم. اینو که درگ اند دراپ میکنه حتما مطمئن باش که تیک انیمیشن فعال باشه، چون اگه اینو نیاری ببین اینجا دیگه به شکل انیمیشن، به شکل کی فریم بهت نشون نمیده. خب کلی از 250 فریم هم بیشتر، اینو من تا 400 تا افزایش میدم توی نمای فرانت. روی استخون میزنم و اینو اسکیلش میکنم تا همقد کاراکتر بشه، و بعد روی کال بود، روی مدل سبودی کلیک میکنم و بعد شیفت نگه میارم روی این. خب کنترل پی رو میزنم، ویت اوتوماتیک ویت ساب میکنم که با هم دیگه ترکیب بشن. خب یه پلی میکنم. ببین به همین راحتی ما میتونیم اینا رو، حالا گفتم بدون اعدان، یه اعدانی هم البته هستش که اینو میاری، اینجوری هم ما میتونیم انجامش بدیم. ولی خب اینجا یک سری ایراد داره. ببین این قسمت از کاراکتر جا مونده. من برمیگردم روی فریم اول و روی استخون کلیک میکنم، از این قسمت رست پوزیشن رو میزنم،
این قسمت رو خیلی خوب دقت کنن چون خیلی کاربردیه و به کارتون میاد. به وقتی که اینجوری یه همچین مشکلی پیش بیاد حتما روی ریسپوزیشن میزنید که دیگه از این حالت پوز در بیاد، روی حالت اولش قرار بگیره که اصلاحاتی که توی پوز باشه میایم و اصلاحش میکنیم، مثلا فاصله‌ای که زده باشه بیرون رو میایم کامل اصلاح میکنه. و همینطور قسمت ویت پیندش که الان ما از اینجا من روی ویت پیند بزنم باید بیام پیدا کنم. ببین میرم بالا نیک تا اینجا، ببین رایت آی چش سمت راستش ویت و حالت نیروش بالاست. این حالت آبیه، به رنگ آبی در اومده، یعنی در حالت انتخاب نیست. میام و رنگ آمیزیش رو انجام میدم که این هم تأثیر بذاره. خب با رنگ قرمز میتونید اینو کمتر کنید، ملایم تر بشه، یعنی هرچی رنگ قرمز دیگه شدت تأثیرش بیشتره، زرد یه خورده کمتره، سبز مطلوبتره تأثیرش، و این آبی کمرنگ هم باز تأثیر خیلی کمتری داره. و این آبی پررنگی که میبینید هیچ تأثیری روی بافتی که اینجا وجود داره توی کاراکتر نداره. خب لفت آی این هم رنگ آمیزی رو انجام میده، ولی خب این چون مربوط میشه به چشمش و لنزی که اینجا قرار داره قطعا با همین رنگ قرمز میتونید رنگ آمیزیش رو انجام بدید. خب وب شوترش هم ایراد داره، کامل انتخاب نشده. لفت هند بزنم، لفت هند یا این قسمت رو حالت ساعدش. خب میتونم اینی خورده کمترش هم کنم، نه بذار یه خورده بذار بیشتر کنیم. کامل انتخاب نشده چون یه ذره میزنه بیرون. بذار از این نما ببینیم این قسمت تأثیر زیادی داشته باشه. لفت زدیم رایت، خب اینم از این. بعدش میام و این رو روی حالت پوز میزنم. ببین مشکل برطرف شد، الان این حالت چششون لنزی که داره این هم اوکی شد. بچه همونطور که گفتم این یه ادان داره ها که توی بلندر میتونید نصب کنید مستقیما وارد چه، ولی من باش کار نکردم زیاد، یعنی خودم میام ریگ میکنم و انیمیشن انجام میدم. ولی خب اینو بهتون گفتم چون دیگه این پوز لایبرری رو من دانلود کرده بودم، گفتم دیگه بهتون بگم این راهش هم هست، ساده هم هست، میشه انجام شد بدون هیچ افزونه. خب و یعنی اون هم اون روشی که حالا روش اصلی هم میشه گفت، اون کار هم میتونید انجام بده، اما این کار هم میتونید انجام بده. پوزهای آماده رو میتونید دانلود کرده باشید و خیلی سریع میشه ترکیب کرد و انجامش داد. راجبه ریگ کارکترم من یه ویدیو توی کانال دارم که یه هیولا رو میام و کامل استخون گذاریش رو انجام میدم، حتما اون ویدیو رو هم تماشا کنید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک و کامنت برام بذارید و برای دیدن آموزش‌های بیشتر حتما کانال رو دنبال کنید. ممنونم.